بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی، خانم ها و آقایان، به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم به سبب حضور و همراهیتون در بخش و برنامه دیگر از گفتگوهای 18:30 دقیقه در 13مین جشن روز ملی فناوری هسته‌ای از 114 طرح و دستاورد این حوزه رونمایی شد. میخوایم در 18:30 دقیقه امروز در ارتباط با این طرح‌ها، دستاوردها و همچنین کارکردهای اونها صحبت کنیم. اجازه بدید که مهمان حضوری این برنامه رو به شما معرفی کنم، جناب آقای دکتر حسین خلفی، مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر، به شما سلام میکنم و خوش آمد. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، بینندگان محترم، و اجازه میخوام که این ایام عزیز رو تبریک بگم خدمت هموطنان عزیز، به ویژه این روز بزرگ رو خدمت پاسداران عزیز که در واقع سنگرباران امنیت این کشور است. متشکرم آقای دکتر. امروز در جشن هسته‌ای 114 طرح مورد بهره برداری قرار گرفت. یکی از اونها رادیو دارویی هستش که در تشخیص و درمان سرطان کبد مورد استفاده قرار میگیره که با ساخت این رادیو دارو ما در واقع در رتبه، اگر اشتباه نکنم، دوم جهان قرار گرفتیم. مختصری راجع به این رادیو دارو و همچنین مراحل مختلفش توضیح بفرمایید. الحمدلله با همت متخصصین سازمان و عزیزان ما در این زمینه، فعالیت هایی که از گذشته شروع شده در زمینه تولید رادیو داروهای جدید، در ابتدا با رادیو داروهای تشخیصی شروع شد فعالیت در کشور و بعد با خودباوری که به وجود اومد رادیو داروهای درمانی در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه الان کشور در زمره صادر کنندگان رادیو دارو هست. به بیش از 10-12 کشور الان داره رادیو داروهای که ساخت جمهوری اسلامی ایران در واقع صادر میشه به کشورهای مختلف، حتی کشورهایی که صاحب نام هستن در تولید این قضیه. به هر حال یک نیاز اساسی همه کشورها هستش. ما علاوه بر تامین نیازهای داخلی این رادیو داروها رو هم تولید میکنیم. راجب رادیو داروی جدیدی که امروز در واقع مطرح شد و رادیو داروی ایتریوم 90 هست، خب رادیو داروی بسیار در واقع حساسی هستش. سرطان کبد اگر کنترل نشه و به موقع در واقع پیشگیری نشه، سرایت میکنه به قسمت‌های مختلف بدن و باعث در واقع آسیب‌های جدی به بیمار میشه و عمر بیمار رو به شدت کاهش میده. این رادیو دارو اولین بار خب در کشور استرالیا تولید شده و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران دومین کشوری هستش که به این فناوری در واقع دست پیدا کرد به صورت کاملا بومی و این رو تولید کرد. مورد بعدی که در مراسم امروز رو نمایی شد، دستگاهی هستش که با ساخت اون جمهوری اسلامی ایران در رتبه پنجم جهان قرار میگیره، دستگاه FTIR. توضیح این دستگاه هم به ما میدین؟ خب این دستگاه، دستگاه بسیار حساس و دقیقی است، در صنایع مختلف کاربرد داره، در صنایع مختلف عرض کنم کشاورزی، پزشکی و صنعتی کاربردهای مختلفی داره. در حوزه کار هسته‌ای خب در غنی‌سازی، در چرخه سوخت و حتی در حوزه کاربرد پرتوها این دستگاه یک دستگاه تشخیصی و آنالیز مواد هستش و کاربردهای بسیار وسیعی داره. بسیار حساس هست، از قطعات پیچیده تشکیل شده. خوشبختانه عزیزان ما تونستن در واقع به دانش طراحی و ساخت این دستگاه دست پیدا کنن و نمونهش رو هم امروز رونمایی شد ازش که خوشبختانه خب جزو پنجمین کشور تولید کننده این دستگاه ها ما قرار گرفتیم. دکتر خلفی، میخواییم راجع به جزئیات و همچنین کارکردهای طرح‌های دیگری که امروز در مراسم توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گرفت هم با شما صحبت کنم، همچنین اون 4 تا طرحی که به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح و رونمایی شد. اما طرح‌های امسال، طرح‌هایی که حالا در مراسم امسال رونمایی و مورد بهره برداری قرار گرفت، متنوع‌تر از سال گذشته و سال‌های پیشین بود. بفرمایید که مجموعه 114 تر بیشتر در چه حوزه‌هایی و در چه صنایعی هست؟ خب به طور کلی اگه بخوایم در واقع زمینه‌های فعالیت سازمان انرژی اتمی ایران رو تقسیم بندی کنیم، ما در حوزه نیروگاهی در واقع داریم فعالیت می‌کنیم که خب عرض کنم خدمت شما نیروگاه بوشهر، من بخوام یه مرور مختصری برای شما بکنم، الحمدلله در حال کار هست، داره برق تولید میکنه، از توان تولیدش کشور استفاده میکنه و در این زمینه عرض کنم خدمت شما خب دستاوردهای ما داشتیم راجبه
طراحی و ساخت و بومیسازی بعضی از تجهیزات در واقع این نیروگاه که حالا در زمره کلاس C و D قرار دارند و انشالله سالهای آینده شاهد دستاوردهای خیلی بهتری در زمینه خودکفایی در تأمین تجهیزات نیروگاه بوشهر خواهیم بود. در حوزه چرخه سوخت ما دستاوردهایی داشتیم که شامل به هر حال از اکتشاف و عرض کنم خدمت شما سنگ معدن شروع میشه تا مراحل ساخت سوخت. این دستاوردها امروز در زمینهای مختلف ارائه شد و همچنین در حوزه سلامت پزشکی دستاوردهایی داشتیم، در زمینه لیزر دستاوردهایی داشتیم. یکی از مهمترین در واقع مسائلی که امروز در واقع و علم روز دنیا هست سازمان بهش ورود کرده خوشبختانه و تونسته در مدت بسیار کوتاهی دستاوردهای خیلی خوبی داشته باشه، بحث کوانتوم تکنولوژی و استفاده از علم کوانتومی هستش در تولید وسایل و تجهیزات که الحمدلله پروژه های خیلی خوبی آغاز شده و مراحل آغازین دستیابی به دانش فنی مراحل ابتداییش خوشبختانه امروز در واقع پرزنت شد در حضور مردم عزیز ایران. و زمینات مختلف دیگری که عرض کنم خدمت شما بحث‌های صنعتی بوده، نیروگاهی بوده و اینها رو ما امروز داشتیم در مجموعه 114 طرح. بین صحبتاتون به سامانه کوانتوم تکنولوژی اشاره کردید، حالا پرزنت مراحل مختلفش در مراسم امروز، میخوام یه خود بیشتر توضیح بدید از در هم تنیدگی کوانتومی یا همون سامانه کوانتوم تکنولوژی. من اجازه بدید خیلی ساده و مختصر کاربردهای اینو بگم، شاید خیلی مفید باشه برای عزیزان. خب این بحث علم کوانتومی که اخیراً راه افتاده و خوشبختانه ما پیشرو هستیم در منطقه در این زمینه، شروع کردیم این کار رو. عزیزان ما در مدت کوتاهی تونستن در واقع فوتون ها رو در هم تنیده بکنن، بتونن ایجاد کنن، چشمه فوتون های در هم تنیده رو ایجاد بکنن و خب از این به بعد در واقع ما میریم سراغ ساخت وسایل و تجهیزاتی که با این فناوری کار میکنه. خب در گذشته یادتون باشه انواع اقسام تکنولوژی ها رو داشتیم، تلویزیون های لامپی بعد شدن دیجیتالی، بعد الان انواع اقسام تکنولوژی های جدید. الان از علم کوانتومی برای ساخت حسگرها استفاده میشه، برای ساخت خیلی از داروها استفاده میشه، حتی سوخت های جدید هسته‌ای الان با رویکرد کوانتومی دارن مورد بررسی قرار میگیرن و یک علم پایه و ریشه‌ای هستش که شاید در سال 2017 کشور فرانسه تازه یه سری از دستاوردهاش در این زمینه ارائه داد و علم روز دنیا هست که خوشبختانه عزیزان ما تونستن در این قسمت کار کنند. بحث‌های مربوط به مخابرات کوانتومی، عرض کنم خدمت شما کدبندی کوانتومی در حفظ امنیت مکالمات و عرض کنم مراودات الکترونیک و خیلی از جنبه‌های مختلف که انشاءالله در سال‌های آتی ما شاهد خواهیم بود که عزیزان ما از این فناوری استفاده می‌کنن برای تجهیزات خاص در این زمینه، که خب این یه موضوعی است که همگام با دنیا الحمدلله داریم همزمان میریم جلو. بریم سراغ یک طرح دیگه در مراسم امروز، هم اهمیت خود طرح رو از محضرتون سوال کنم، هم کارکردهایی که داره و ببینیم که در چه حوزه‌ای چه کارکردهایی برای جامعه خواهد داشت. دستگاه سانتریفیوژ زونال پیوسته. خب این در زمینه در واقع اینها رو من میتونم بگم که سرریز دانش فنی در واقع بحث تولید دستگاه سانتریفیوژ و غنی‌سازی در کشور هست. بعد از اینکه خب دانش غنی‌سازی در کشور بومی‌سازی شد، ما از سرریز دانش فنی اون برای تأمین نیازهای سایر صنایع استفاده کردیم. در سالهای گذشته شاهد بودیم ما دستگاه‌های سانتریفیوژ مورد نیاز حوزه سلامت رو برای سرمسازی، واکسنسازی تولید کردیم، تحویل وزارت بهداشت دادیم. عرض کنم خدمت شما دستگاه‌های سانتریفیوژ مورد نیاز صنایع نفت رو ساختیم، در سال گذشته تحویل دادیم و این دستگاهی که امروز رو نمایی شد دستگاهی است با قابلیت بالا، تعداد دور خیلی زیاد و در آن واحد حجم ورودی خیلی بالایی رو میتونه در واقع در خودش جا بده و بتونه اون رو در واقع کار جداسازی مواد و متریال خاص رو در واقع در اون انجام بده. این دستگاه هم واقعا از جمله دستگاه‌های بسیار پیشرفته هستش. دانش و فناوری این در واقع تکنولوژی هم
در اختیار شاید دو سه تا کشور بیشتر نیست که عزیزان ما خوشبختانه تونستن در این زمینه در واقع در چرخه تولید دستگاه‌های سانتریفیوژ مورد نیاز جامعه در واقع از سرریز دانش فنیشون استفاده بکنن. از مجموع 6 طرحی که توسط شخص رئیس جمهور در سالن اصلی به بهره برداری رسید، 5 طرح رو به ما توضیح دادید. میمونه سیستم کنسولی سامانه سنجش فرایند، سیستم کنترلی. کنترل. بله. توضیح این طرح، اهمیتش و کارکردهایی که داره. این طرح در واقع زیر مجموعی از یک طرح بزرگی هستش که در واقع توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده به سازمان انرژی اتمی و در اون بحث پیشران هسته‌ای هستش. در این بحث مقدماتی لازم است انجام بشه، زیرساختهایی در کشور باید ایجاد بشه. این یکی از اون زیرساختهایی است که در واقع در کشور در این زمینه ایجاد شده که انواع تست‌های مکانیکی و عرض کنم خدمت شما هیدرولیکی رو و همینطور تست‌های ارتعاشی رو ما میتونیم با این دستگاه انجام بدیم، ضمن این که در واقع وسیله‌ای که ساخته شده جهت کنترل قلب ریاکتور و قدرت قلب ریاکتور هستش که خوشبختانه به صورت مکانیکی و با استفاده از ابزار و وسایل الکترونیکی که همگی در واقع ساخت جوانترین در واقع گروه پژوهشگر ما هستند، خوشبختانه در مدت بسیار کوتاهی شاید 6-7 ماه ساخته شد و در واقع جهشی رو برای انجام آزمایشات و تست‌های مختلف مورد نیاز در طراحی و انشاءالله برای ما ایجاد خواهد کرد. یه نکته بعد بریم سراغ اون طرحی که به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید، ویژگی‌هاش، اهمیتش و کارکردهاش. چقدر از طرحی که رونمایی شد و دستاوردها بومی بوده و توسط متخصصان داخلی هم طراحی شده هم در مرحله تولید قرار گرفته؟ خب الحمدلله، شاید در این زمینه باید بگیم الحمدلله سازمان انرژی اتمی خب از ابتدای هم در تحریم قرار داشته و هیچ وسیله‌ای رو در واقع ما در سازمان انرژی اتمی ایران نداریم که در واقع تأمین بشه از خارج از کشور. خیلی از نیازها، یعنی شاید بگم 99.9% از نیازهای سازمان انرژی اتمی به هر حال به ویژه طرح‌های جدید، دستگاه‌های جدید، همگی طراحی، ساخت و کسب دانش و فنش در واقع در داخل خود سازمان و در داخل کشور با استفاده از در واقع شرکت‌های دانش بنیان که اخیراً اینجا شدن داره انجام میشه. و جالب اینو اشاره بکنم که الحمدلله سازمان انرژی اتمی نه تنها در جهت توسعه فعالیت‌های خودش داره قدم برمی‌داره، در جهت توسعه صنایع کشور هم داره قدم برمی‌داره. خیلی از موارد هست که ما طراحی رو انجام میدیم ولی صنایع کشور قادر نیستن اون رو برای ما بسازن، تولید بکنن، اون ریختگری خاص، اون جوشکاری خاص رو انجام بدن. به هر حال روش‌های متداولی دارن که کارهای روزمره صنعت رو انجام میده. به خاطر اهمیت و گرید هسته‌ای که در واقع در کارهای هسته‌ای با دقت بسیار بالا و با خطاهای بسیار کم باید انجام بشه، خب در صنایع معمول وجود نداره. وقتی این نیاز مطرح میشه، خوشبختانه تونستیم ما بخشی از صنایع رو با خودمون همراه بکنیم، خیلی از شرکت‌های دانش بنیان، جوانان عزیز فارغ التحصیلمون در این زمینه رو حمایت بکنیم و ضمن کسب دانش فنی اینو در اختیار اونها قرار بدیم برای تولیدات. الحمدلله تونستیم تو این زمینه موفق بشیم و خیلی از موارد هستش که خدمت شما عرض کنم تأمینش کامل از داخل داره انجام میشه و ممکنه ما شیری وسیله ای رو از بازار تهیه کنیم، تولید کشور خاص باشه یا تولید کشور عزیزمون باشه، هیچ فرقی برای ما نمیکنه، استفاده میکنیم. ولی اینکه خود طرها، دانش فنیشون، طراحیشون، ساختشون 100% ایرانی و بومی هست. خوشبختانه. آقای دکتر خلفی، به موضوع استفاده از دانش فنی اشاره کردید و همچنین توسعه حداکثری برنامه‌های هسته‌ای هم خود سازمان انرژی اتمی هم تأثیری که داره در توسعه صنایع مختلف در کشورمون. الان در راستای همین اهداف دانشمندان هسته‌ای کشور از چه توانمندی‌ها و تخصص‌های برخوردار هستند؟ خب در همون حوزه‌های کلی که عرض کردم خدمتتون، نیروگاهی، چرخه سوخت، حوزه سلامت، بحث لیزر و عرض کنم فعالیت‌های مختلفی که سازمان انرژی اتمی داره، بحث گداخت هسته‌ای، شکافت، فعالیت‌های مختلفی انجام میشه. این 114 تا
طرح در واقع گوشه ای از فعالیت های عزیزان ما هستش در این قسمت و در بحث های کشاورزی، بحث های مختلف این فعالیت ها داره انجام میشه و یه تعدادی از اونها در واقع که به سرانجام میرسه خب رونمایی میشه و تعداد بسیاری از طرح‌ها هست که الان در حال انجام هست و خب من اینطوری باید خدمت شما بگم طرح‌هایی که داره در 20 فروردین امسال مطرح میشه غالبا 99% مربوط به طرح‌هایی است که در یک سال اخیر شروع شده و یا در واقع تکمیل و توسعه طرح‌های قبلی هستند. درست. و در نتیجه خیلی از این دستاوردهایی که امروز بود ظرف 6 ماه 7 ماه 8 ماه عزیزان به این نتیجه رسیدن که نیاز هست باید انجام بشه و خب خوشبختانه مدیریت خیلی خوبی هم روی این قضیه انجام شده و منجر شده به این دستگاه‌های در واقع پیشرفته و عظیمی که خب در داخل کشور تولید شده. امروز به صورت ویدیو کنفرانس مرکز مدیریت پسماندهای غنی سازی شده رو مورد افتتاح و بهره برداری قرار دادید. ویژگی‌هاش رو برای ما بگید، اهمیتش رو بگید و جزئیات دیگرش. هر فعالیت هسته‌ای به هر حال مثل سایر صنایع یک سری پسماندهای درش تولید میشه، یک سری دورریزهایی داره، یک سری موادی که زائد هستن و آلوده هستن تولید میشن. خب ما باید اون پسماندها رو بتونیم مدیریت بکنیم، باید بتونیم آمایش بکنیم و بتونیم اونها رو به صورت مناسب نگهداری کنیم یا از بین ببریم. این مرکز پسمانداری در واقع یکی از فعالیت‌های جنبی است که در حوزه غنی‌سازی در واقع این مرکز احداث شده برای اینکه پسماندهای در واقع رادیواکتیو تولید شده در فعالیت‌های غنی‌سازی رو بتونه مدیریت بکنه و اونها رو در واقع یا برای از بین بردن یا برای ذخیره‌سازی برای تبدیل به مواد دیگه و مسائل مختلف اونها رو مدیریت میکنه، بسته‌بندی میکنه و نهایتاً در واقع به موقع از اونها در واقع فرایندهای خاص روش انجام میشه و میتونیم در واقع کار رو ادامه بدیم. بریم سراغ فاز اول مرکز ملی فناوری خلای ایران که در مجتمع علی محمدی در فردو بهره برداریش رو انجام دادید. عرض کنم خدمت شما، خب بحث تکنیک خلا و فناوری خلا یک بحث مهم هست. خب در همه صنایع استفاده میشه، صنایع معمولیش بخوایم بگم صنایع بسته‌بندی خیلی معمولی مواد غذایی، مواد بهداشتی و غیره، در صنعت هسته‌ای هم بحث تکنیک خلا بسیار مهمه. ما ماشین‌های خلایی داریم، یعنی در صنایع استفاده می‌کنیم که تا 10^9، 10^12 بار، عزیزانی که فنی هستن متوجه این عدد میشن، باید خلا ایجاد بشه تا اون سیستم بتونه کار بکنه. در غنی سازی، در سانتریفیوژها، در عرض کنم شتاب دهنده های ما، این رسیدن به این خلای بسیار بالا اهمیت خاصی داره. خب این مرکز در واقع بعد از اینکه دستاوردهای مختلفی در گوشه و کنار سنت نیازهای مختلفی انجام شد، ریاست محترم سازمان تصمیم گرفتن که اینها رو متمرکز کنن در قالب یک مجتمعی که انشالله بتونه به صورت پایدار توسعه پیدا کنه و نیازهای صنعت هسته‌ای و صنایع مختلف کشور رو ما به راحتی انشالله میتونیم از این پس در واقع تأمین بکنیم. و خیلی از پژوهشگران ما در مؤسسات پژوهشی آموزشی کشور و صنایع مختلف میتونن انشالله از خدماتی که این مرکز میده استفاده بکنن. بسیار خب. یکی از طرح‌هایی که حالا در کنار این 4 طرح مورد بهره برداری قرار گرفت، در کنار اون 114 نصب زنجیره 20 ماشین سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 بود. بله. خب جالبه اینو من اشاره بکنم، در برجام ما محدودیت‌هایی پذیرفتیم. یکی از محدودیت‌هایی که پذیرفتیم اتفاقاً در زمینه سانتریفیوژ و غنی‌سازی است. ولی خب الحمدلله می‌بینید که فعالیت‌ها در این زمینه متوقف نشده. عزیزان ما شدیداً مشغول کار هستند در جهت توسعه ماشین‌های جدید و رسیدن به فناوری‌های بالا. همونطور که ماشین آیاروان اگر با بازدهی 1 کار می‌کرد یا به اصطلاح با 1 سو کار می‌کرد، ماشین‌های IR6
با 10 سو کار میکنن و ماشین های دیگری در برنامه هست. خب همونطور که ریاست محترم جمهور هم اشاره کردن که با سوهای بالا و بازدهی بالا، یعنی ما برای یک غنی سازی یک مقدار مشخصی اورانیوم تعداد بسیار کمتری نسبت به اون یک ماشین نیاز خواهیم داشت، هرچی این ظریف افزایش پیدا کنه. در این زمینه قدم های بسیار موثری برداشته شده و علارغم ظاهر که محدودیت هایی رو ما پذیرفتیم در حوزه عملیاتی غنی سازی، ولی توسعه تحقیق و توسعه در زمینه ماشین های سانتریفیوژ کاملا ادامه پیدا کرده و امروز شاهد بودیم که یک زنجیره 20 تایی از اینها در واقع آماده شده برای اینکه در واقع تست های گازدهی و مسائل مختلف روش انجام بشه. دکتر خلفی، شتاب دهنده الکترون خط پزشکی بومی MV6 رو هم راه اندازی کردید و مورد بهره برداری قرار دادید. چطور کارکردهایی داره، چه ویژگی هایی داره این شتاب دهنده؟ اجازه بفرمایید من اسمش رو تصحیح بکنم. این شتاب دهنده خطی پزشکی الکترون هست با انرژی در واقع 6 MeV یا مگا الکترون ولت، که خب یه طرح مشترکی بوده بین سازمان انرژی اتمی ایران و معاونت محترم این فناوری ریاست جمهوری که از 2-3 سال گذشته شروع شد. این فناوریش تا مدت زیادی 60-70% فناوریش در واقع در خود سازمان انرژی اتمی ایران جلو رفت، تاییدیه داره از وزارت بهداشت و سازمان از معاونت محترم این فناوری و در این قسمت بود که تصمیم گرفتیم با عزیزان معاونت علمی فناوری، حالا که این دانش و فناوری کسب شده، در اختیار شرکت دانش بنیان قرار بگیره که علاقمند هستن در این زمینه کار کنن. خوشبختانه یکی از بهترین شرکت های دانش بنیان در این زمینه وارد عمل شد و امروز شاهد بودیم که این دستگاه که بسیار حساس هم هست در زمینه درمان سرطان به حال استفاده میشه، طبق استانداردهای جهانی به ازای هر 1 میلیون نفر باید 1 دستگاه وجود داشته باشه در کشور. خب در حال حاضر کمتر از 100 دستگاه در کشور وجود داره که بعضیاش هم اپریشنال و در واقع عملیاتی نیستن به علت در واقع کمبود قطعات یدکی و ایرادهایی که داشتن. خوشبختانه با طراحی و ساخت این دستگاه که صورت گرفت و همکاری مشترکی بود، تأکید میکنم بین معاونت علمی فناوری، شرکت‌های دانش بنیان و سازمان انرژی اتمی، ما نه تنها دستگاه‌های جدید رو انشالله تحویل وزارت بهداشت و مرکز درمانی در آینده خواهیم داد، بلکه قطعات مورد نیاز دستگاه‌های موجود رو هم به راحتی میتونیم از این پس تأمین کنیم، بسازیم و اونها رو جایگزین کنیم و بحث در واقع استفاده از این دستگاه‌ها که خواب بسیاری داشتن برای اینکه تا یک متخصص یا شرکت خارجی بیاد اینها رو تعمیر کنه، راه بندازه، خوشبختانه این قضیه هم در کشور مرتفع شد. فکر می‌کنم 2 دقیقه زمان داشته باشم تا پایان این گفتگو. اشاره کنم به بخش از صحبت‌های آقای دکتر صالحی که اشاره کردند که صنعت هسته‌ای کشور گام‌های اساسی رو برای بهسازی و نوسازی برداشته. بفرمایید که این گام‌ها چه گام‌هایی هستند؟ الان صنعت هسته‌ای کشورمون در چه جایگاه و نقطه‌ای قرار داره؟ خب گام‌های اساسی هم تو که اشاره شد در طرحام وجود داشت. بعضی از این موارد، خب همین تولید مرکز در واقع ساخت یا احداث مرکز پسمان بود، بحث مرکز ملی خلأ بود که خب گفتم داره متمرکز میشه، بهسازی میشه و اینها داره با یک سیستم جدید در واقع با توجه به نیازهای جدید طراحی میشه، مراکز جدید ایجاد میشه. خب الحمدلله ما در زمینه نیروگاهی الان 2 تا قرارداد نیروگاه جدید داریم که کارش داره به خوبی انجام میشه. مراحل اولیه‌اش داره توسط پیمانکاران داخلی و خود سازمان انرژی اتمی ایران الحمدلله طبق قرارداد با طرف روسی داره میره جلو و تا حدود 30% توافق شده که طرف ایرانی اگر در واقع تونس و مورد تایید شرکت‌های خارجی بود، شرکت‌های روسی بود، ما بتونیم این در واقع بومی سازی رو انجام بدیم که خوشبختانه الان در این زمینه خیلی خوب داره کار انجام میشه. و در زمینه‌های مختلف بحث‌های کشاورزی، پزشکی الحمدلله داریم کار انجام میدیم. بحث تولید مرکز تولید رادیو داروهای جدید با استانداردهای جهانی GMP برای ورود به عرصه صادرات هم یکی از مهمترین این دستاوردها خواهد. متشکرم آقای دکتر خلفی از توضیحات شما در ارتباط با 114 طرحی که در 13 مراسم و در روز ملی فناوری هسته‌ای مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت. با شما خداحافظی می‌کنم و سپاسگزاری می‌کنم از همراهی یکایک شما هموطنان.